که هدف از تشکیل این کنفرانس چی بود به طور خاص در این موقع؟ نه نه، هدف درک بهتری از مسائل فیما بین رابطه بین ایران و امریکا البته، و اصولا درک بهتری از مسائل خاورمیانه در این مقطعی که داره به سرعت عوض میشه، به اینکه این تغییرات داره چه تأثیری میذاره روی این رابطه ایران و امریکا. بنابراین ما یه هدف مونیم بود که این مسائلی رو که تو خاورمیانه الان مطرح شده مخصوصا در رابطه با این تغییرات رو ارزیابی روشون بذاریم، و دوم اینکه تأثیر اینا رو روی رابطه ایران امریکا ببینیم، و بالاخره اینکه در این چارچوب، در این محیط جدید، در این وضعیت شرایط جدید ایران و امریکا به کجا میتونن برن. برای اینکه الان به نظر اینجوری میرسه که در مسیری قرار گرفتن که اعتقاد دارن به جهنمه. این مسیر نه برای ایران و نه برای امریکا به جای خوبی نمیره. میدونید این مسیر فقط همش از تحریم و از انزوا و از دعوا و اینا صحبت بکنیم، این مسیر مسیر به جهنمه برای هر دو صادقانه. ما فکر میکنیم باید مسیر رو عوض کنیم به طرف بهشت. من فکر کنم حتما توی رابطه ایران امریکا اگه خوب پیش بره یه بهشت وجود داره، و ما دنبال اون بهشت بودیم نزدیک به 20 چند ساله. به اعتقاد داریم که ما به یه جایی رسیدیم که باید بین بهشت و جهنم تو رابطه امریکا یکی رو انتخاب کنیم. میخوام برن جهنم برن، ولی ما اعتقاد داریم بهترین راه به طرف بهشته. برای بهشت یعنی چی؟ یعنی راه به اصطلاح اینکه هر دو کشور قبول کنن، صادقانه بشینن با حسن نیت، مسائل همدیگر رو درک بکنن، نگرانی های همدیگر رو درک بکنن و جواب بدن. یعنی این فقط نباشه که نه آقا تو مقصری، نه آقا تو مقصری، نه، هر دو به اندازه کافی هم مقصرن هم حق دارن. توی روابط بین الملل بحث حق و تقصیر نیست، حق بحث نگرانی هاست. این نگرانی ها وجود داره، هر دو طرف وجود داره. ایران نگرانی های امنیتی داره، امریکا نگرانی های امنیتی داره، ایران مسائل داخلی خودشو داره، امریکا مسائل داخلی خودشو داره. من فکر کنم زمانش رسیده که ایران و امریکا بشینن، ایشون دو تا آدم رشد یافته معقول بشینن با هم مسائلشون رو حل کنن. من الان اعتقاد دارم ضمناً بگم و واقعا به امریکایی‌ها داریم میگیم اینو، که تغییرات خاورمیانه رابطه ایران و امریکا رو چندین برابر مهمتر کرده، هم برای ایران هم برای امریکا. یعنی الان اگر امریکا بخواد توی خاورمیانه در آینده با این تغییرات یه زندگی آرومی داشته باشه، یک جوامعی پیدا بشه که با امریکا خوب کار بکنن، باید از ایران شروع کنه. یعنی تا وقتی که مسئله ایران و امریکا حل نشده، تا وقتی که مسئله دیگه مسئله فلسطین و مثلا اعرابه اسرائیلی هست، ولی اگه مسئله ایران و امریکا حل نشه، خوش میدید تمام این مسائل باز تحت شعاع قرار میگیره. بنابراین من فکر میکنم که وقتش رسیده که ما به این مشکل برسیم، بپردازیم و به یه جوری هم بپردازیم که هم عرض کردم هم صادقانه باشه، هم توش منطق باشه، هم منافع دو طرف درش مستتر باشه، نگرانی ها درش حل شده باشه و از این حرفا. اینه که این کنفرانس در این رابطه شکل گرفت که ببینیم شاید تو این بحث ها و گفتگوها هم درک ذره بهتر بشه، و اینکه به همین که ایده های جدیدی پیدا بشه که آقا همش دیگه تحریم و همش انزوا و همش دعوا نیست، یه چیزای دیگه هم هست، میدونی یه راه دیگه هم هست، و این ما بخوایم اون راه ها رو الان دنبالش هستیم. توی این سخنرانی ها و بحث هایی که تا الان شده تقریبا همچی چیزایی اومده وسط دیگه، یواش یواش حالا جنبندی هاشو بعدا میفرستیم بیرون، متوجه میشید که واقعا چیز خوبی توش در اومده. با توجه به وضعیت زمانی که هم از جهت منطقه خاورمیانه هم از جهت وضعیت سیاسی واشنگتن، فکر میکنید چالشی که بیشتر پیش روی چیه برای پیش برد چنین هدفی؟ چالش اصلی این جریان اینه که واشنگتن و تهران هر دو بپذیرن که نسبت به همدیگه درکشون کامل نیست. نه اینکه درکشون کاملا غلطه، اما درکشون نسبت به همدیگه میدونید دچار مشکلاتیه. و بعد دوم اینکه اینا باید یاد بگیرن که مسائل داخلی این کشورها مربوط به خودشونه. ببین ایران
یه کشوری برای خودش اونجا نشسته و اینکه امریکا مشکل اقتصادی داره و یا نمیدونم با فلان کشور توی خاورمیانه چه کار کرده، هیچ ربطی به ایران نداره. اوکی، برعکسش هم به نظر من امریکایی هم نباید در امور داخلی ایران دخالت بکنن. و متاسفانه این کار همون اتفاقی رو میندازه که میدونی 60 سال پیش انداخت، وقتی که امریکا رو با انگلیسی ها آقای مصدق رو سرنگون کرد. ما هنوزم داریم چوب اون زمان رو میخوریم. میخوام بگم که بنابراین این که نمیدونم امریکا بیاد فقط تحریم بکنه و بیاد ایران رو بخواد منزوی کنه و بعد بیاد بگه بله من با مردم ایران حرف میزنم، با دولت حرف نمیزنم. خب مردم ایران خیلی محترم، خیلی خوب، حقوق بشرشون هم خیلی مهمه، دموکراسی تو ایران خیلی مهمه، اما تو کدوم کشور دنیا دولت ها با مردم حرف میزنن؟ یعنی امریکا قبول میکنه که روسا الان با مردم امریکا حرف بزنن سر مسائل مثلا خاورمیانه؟ میشه همچی چیزی؟ یعنی چی هستن؟ که مثلا اینجا آقای اوباما رئیس جمهور ما یا خانم کلینتون بیاد بگه آقا ما میخوایم با مردم ایران بزنیم، خب یعنی چی هستن؟ خب ما مردم میخوایم بخواه حرف بزن، ولی تو روز آخرش هم باید اگه میخوای مسئله تو با ایران حل کنی باید بشینی سر میز با کی؟ نه با مردم، با دولت باید بشینی. دولت اگه سر کار باش میشینی، اگه مردم دولت رو انداختن دولت دیگه میاد با اون میشینی. نکته اینه که با دولت باید اینا مشکلش رو حل کنن، با مردم ایران که مشکل ندارن که بخوان حل کنن که. بنابراین حرف زدن با مردم ایران همش واقعا چیزی جز پروپاگاندا نیست، صادقانه هم همین جوریه. خب هر کاری مثلا اومده مثلا آقای اوباما میخواد روز عید رو تبریک بگه به ملت ایران، خب گرید، خیلی خوب، خیلی متشکریم، و این روز عید روز بسته فرهنگی ماست، خب چرا اون سیاسیش میکنی؟ آخرش هم دو تا کلمه میزنی به دولت. خانم کلینتون همین دو هفته پیش اومد یه دونه اعلامیه داد برای ویزای دانشجوها، آخرش هم اومد سیاسیش کرد که بله ما این کار رو کردیم برای دولت ایران که اینا برن و میدونید دولت رو یه جوری سرنگون کنن. چه لزومی داشت که تو مسئله ویزا رو سیاسیش کنی؟ بعدش هم ویزا شاید جمعاً اقراق نمی کنم، شاید جمعاً 5,000 نفر ایرانی تا تاثیر این ویزا قرار نمیگیرن، اصلا قرار اونایی هم که از ایران میخوان تازه بیان. درست دو روز بعد از اینکه مسئله ویزا رو خانم کلینتون مطرح کرد، دو روز بعدش آقای مصلحی وزیر اطلاعات اومد گفت دانشجوهایی که اینجا میان میرن جاسوسن. ببینید میخوام بگم اثرش چیه. خب این اشتباه، چرا تو چرا یه کاری بکنیم که دانشجوهای ما جونشون به خطر بیفته؟ چرا اینا رو به اصطلاح آسیب پذیر بکنیم؟ میخوام بگم سیاست های ما اشتباه است. ما باید مسائل داخل کشور رو برای خودشون بذاریم، ملت ایران میدونه و این حکومت مثل زمان شاه، ملت شاه رو نمیخواست سرنگونش کرد، امریکا هیچ دخالتی نکرد، اگر هم کرد طرف شاه بود. اینجا هم همینجور اگه این ملت این حکومت رو نمیخواد خود سرنگونش میکنه. درست شد؟ ما یه مشکلاتمون با ایران خیلی مشخصه. ما میگیم آقا شما دارید سر مسئله هستی با تو مسئله داریم، نگرانیم که چه کار میکنیم، روشن داری حرف نمیزنیم، مقاصد ما نمیفهمیم، بذار ببینیم چی داری میکنی با ما حرف بزن. نگرانی درسته، خب حالا ممکنه اصلا فکر اشتباه باشه، نگرانی درسته. آقا شما دارید با حزب الله و حماس کار میکنید، اینا دشمنای ما یا حداقل دشمنای دوستای ما، خب نگرانیه. میگیم خیلی خب بشینیم ببینیم چه کار باید کرد با این کار. یا سر حقوق بشر و اینا در سطح جهانی اعتقاد دارم امریکا حق داره از حقوق بشر مردم ایران در اصل حمایت بکنه، باید هم حمایت کنه. اما میدونید در اصل ما مگه وقتی به عربستان میرسیم چیکار میکنیم؟ آقای رئیس جمهور اوباما توی سخنرانی اخیرش در خاورمیانه اصلا اسم عربستان رو نبرد، همه منطقه خراب بود و بد بود و همه دوچار مشکلات حقوق بشر بودن من جمله ایران، ولی تو عربستان مثل که باغ گل بود. این نیست، مردم که میفهمن اینا، مردم منطقه خر نیستن. ببین اینجوری هم نیست که تو فکر کنی میفهمن ملت که، خب ایرانی هم میفهمه اینو. میخوام بگم نکن، میخوام بگم نکن. بیان حالا این کنفرانس کارهای آدمای مثل من اینه که برش گردونیم این جریان به راه درست. عرض کردم یه راه به جهنمه، یه راه به بهشته. من اعتقاد دارم جمهوری اسلامی هم به اندازه کافی مشکل داره، به اندازه کافی هم مقصره تو این رابطه. اوکی، هر دو طرف باید قبول کنن که به قول خودمون از خر شیطون بیان پایین، مش بودیم مسائل همدیگه رو بهتر درک کنن، نگرانی همدیگه رو پاسخ بدن.
بشینن صادقانه و صمیمانه روی میز خب این سفره گسترده جهانی رو با هم بشینن بخورن. حالا اینکه نمیدونم هی دعوا کنیم، ما ایران 30 سال با امریکا داره دعوا میکنه، چه نتیجه گرفته؟ جز صدمه هیچی نخورده، همش صدمه است. طرف امریکا هم همین جوریه. خب بنابراین ما اعتقاد داریم که راه درست اینه که اینا برگردن به اصل جریان. من اعتقاد دارم میشه، یعنی عرض کردم توی اون بحث منم توی رابطه ایران امریکا حتی یک مشکل وجود نداره که قابل مذاکره نباشه. تمام مشکلات این رابطه قابل مذاکره است، فقط باید حسن نیت باشه، باید از این پروپاگاندا بیایم بیرون، باید همدیگه رو بهتر درک کنیم، می‌بینید باید با دولت‌ها با هم حرف بزنن، حرف زدن با مردم در چارچوب می‌دونید زیاد عمومی و اینا اوکی، ولی مردم مشکل تا حل نمی‌کنن امریکا، تو باید بشینی با دولت. قربونت برم. خیلی ممنون جناب.